اما گزینه یه چی کلیپارت عکسایی هستن که خود کامپیوتر ارزم بزرگ شما که من یه صفحه خالی درست میکنم کلیپارت خود کامپیوتر داره برنامه مایکروسافت داره و به صورت سرچ میتونید چیکار کنید اونا رو پیدا کنید. وقتی میزنید یه تسکباری اینجا باز میشه، شما میتونید کلمه مورد نظرتون اینجا بنویسید. مثلا من الان کلمه فلاور مینویسم، فلاور سرچ پیدا میکنه. البته دقت کنید اینجا سرچ این کجا جستجو کنه، حتما حتما مای کانکشن ها یا اوریور، همه جا هر کدوم عمل اوریور بزنم مقدار سرچ من طولانی تر میشه و سنگین تر میشه تا این عکس رو چیکار کنه پیدا کنه. ولی اگر محدودش کنید سریع تر پیدا میشه، ولی احتمال داره که عکس های کمتری رو پیدا کنه. بس با توجه به کارتون باید بدونید که دقیقاً کجا میخواد چیه بگرده. استاپ، دنبال چی بگرده؟ فقط کلیپارت فوتوگراف عکس بگرده، مووی یعنی فیلم بگرده، ساوند یعنی صدا. من دنبال همه اینا بودم. برای که سریع‌تر کار انجام فقط فوتوگراف میتونستم انتخاب کنم. خب اما یا فارسی میشه گشت؟ مثلا بنویسم گل. بله، چون من قبلا دادم، وگرنه نمیشه. یعنی من الان بنویسم مرد، چون بهش ندادم پیدا نمیکنه. ولی گلو بهش دادم. چطوری دادم؟ اومدم یه فلاور فرض کنید چک کردم، فلاور، بعد این عکسی که بوده بغلش کلیک کردم، این سرت یعنی قرار بده، یعنی اینو قرار بده اینجا، مثل همون روش که برای عکسه. اما بغل این سرت یه دونه گزینه داریم، ادیت کیوردز. اومدم این ادیت کیوردز رو تغییرش دادم برای این یکی، البته این یکی عکس edit keywords فارسی نوشتم گل. بعد شما میتونید اگر میخواهید با کلمات فارسی باشه خودتون کلمات رو وارد کنید. مثلا من الان اینا فارسی من نوشتم گل. حالا اگر میخوام مثلا یه نفر کلمه دستم زد، دست فارسی فرض کنید، یا شاخه، شاخه اینجا می نویسم، اینجا اضافه می کنم به ادیت وردز، به کلمات این. اوکی، یعنی هر کسی یه دفعه بیاد اینجا بزنه شاخه فارسی سرچ کنه، این که گل پیدا میکنه. بس شما میتونید روی کلمات این کار انجام بدید، روی عکس ها پیدا کردید، اینسرت قرار میده، کپی یعنی یه کپی ازش میگیره تو حافظه، هر کجا رفتید میتونید برید چیکار کنید، پیستش کنید تو حافظه دارید کپی. دیلیت یعنی از کلن از کلیپارت بردار این عکس. مثلا بعضی موقع میبینید یه عکسای ناجور به درد نخور خراب وارد چی ارگانیزرتون شده، اگر یه همچین عکسایی بودن چیکار کنید؟ دیلیت انتخاب کنید و دیلیتش کنید. مثلا من الان میزنم فلاور، فلاور سرچش میکنم، میبینم دوتا دوتاست، یکش انتخاب میکنم روش کلیک راست و دیلیت، میگم این یه دونه رو وردار. اینم همینطور کلیک دیلیت که همون دوتا باشه. پس دیلیت هم یه گزینه. کپی تو کالکشن یعنی یه کپی از این بذاره داخل فلان مجموعه، مثلا فلان مجموعه زهیری. اوکی، الان من بزنم سرچ چیه، میره اینو پیدا میکنه. ولی اگر بخوام از اینجا کالکشنم عوض کنم، میتونم چیکار کنم؟ مای کالکشن جا یه دونه گزینه داره زه، بگم که داخل زهیری فقط بگرده، داخل زهیری چون خودم درست کردم. حالا طریقه درست کردن اینم که الان از همینجا یاد میگیرید. کیورد ادیت کیوردز هم گفتیم که میتونیم کلمات رو چیکار کنیم، ادیت کنیم. مثلا من میگم اگر کسی زد دست چیکار کنه، اینو بیاره، دست فارسی، انگلیسی. حالا الان هر کس بنویسه نیچر این عکسو میاره، پرسن بزنه بیاره، با توجه به این کلمات حساسه. نیکس دو یو وانت تو اپلای چنجز، میگه تغییرات دیگه yes. ساره عکس بعدی، نیکس عکس بعدی، نیکس عکسایی که وجود داره میتونه چیکار کنه بیاره اینجا. خب اینم از این. فاین سیمیلار یعنی عکسی شبیه اینو پیدا کنه، پریویو پراپرتی یعنی مشخصاتشو ببینه که این چه
که کلماتی داره، اندازش چقدره، از موضوع شما که نکاتی که بعد همینجا میتونید ادیت کیورد کلمات کلیدیشو ادیت کنید. اما یه فلش داره بالاش موو، یعنی میتونید اینو جابجا کنید، این کلیپ آرتی که وجود داره سایز اندازشو کوچیک و بزرگ کنید اندازه این، بعد کلوز یعنی کلا ببندید. پس یه بار دیگه بریم ببینیم کجا بود کلیپ آرت. اینسرت کلیپ آرت، وقتی میذارید اینجا پیدا میشه، کلمه سرچتون رو مینویسید، هر کلمه ای که هست، و سرچتون انجام میگیره. حالا بریم پایین، یکی دیگه مشخص شد. فاین سیمیلار هم یعنی چیزای شبیه این بعد اساسی کلمات کلیدی. اورگنایز کلیپس، اورگنایز بزنید اون صفحه اصلی که کلیپ آرت قرار داره باز میشه. شما میتونید بیاید خودتون پوشه، مثلا من اینجا اومدم چیکار کردم، یه دونه پوشه ذهنی درست کردم، داخل این عکسایی که میخواستم چیه قرار دادم. حالا همین الان میتونم این عکسا رو ادیت کنم، کپی پیست دیلیت، حتی ادیت کیوردز، کلمات ادیت کیوردز گفتم هر وقت ذهنی زدی این کلا این عکسو بیار پیدا کن، پیانو دختر دخترک پیانو، بس دست خودتونه. یعنی من الان اینجا توی سرچ بزنم دخترک فارسی، دخترک، ببینید عکس آورد، من میتونم این عکس رو چیکار کنم قرار بدم اینجا. خب اورگانایزیشن، حتی میتونم از بیرون بیام اینجا ظهیری رو انتخاب کنم، از بیرون یه عکسی رو که دوست دارم مای داکیومنت داخل کالکشن خودم چیکار کنم قرار بدم، مثلا از مای پیکچرز یه عکس رو انتخاب کنم. چقدر طول میکشه؟ کپی کنم، بعد برم مای کالکشن، کلیک راست و یا اینجا اینو بزنم پیستش کنم، اون عکس رو چسبوندم اینجا. حالا بیام ادیت کیوردز، براش چیه این کلماتی که وجود داره رو چیکار کنم براش تغییر بدم، بگم هر وقت مثلا زدی، مثلا فرض کنید خنده فارسیت دا گفتم اد اضافه میکنم، اونایی هم که نمیخوام میتونم عوضش کنم نمیخوام. حالا یه نفر بیاد توی اینجا بنویسه خنده، این عکس رو پیدا میکنه و میتونه اینجا چیه درجش کنه. میتونم دوباره برم تغییرش بدم. خب organizations یه بار دیگه میریم داخلش، ببینید کلکسیون های مختلفی که هست میتونید چیه تنظیم کنید، پوشه های جدید درست کنید و با کلیک راست میتونید چیه گزینه های زیادی رو در اینجا داشته باشید برای چسباندن و سرچ و تغییرات دیگه‌ای که هستش خصوصی برای خودتون درست کنید. کلیپ آرت آن آفیس واسه میشه به اینترنت، این هم که یه سری نکات در مورد پیدا کردن کلیپسه، چیز خاصی نداره، میبندن. اما ببینیم عکس قرار داده شد چه اتفاق ها میفته، عکسی که از کلیپ آرت میاد این همون فرمت پیکچر فعال میشه، یه دونه عکس از خودش میارم که دقیقا کاری که میخواییم انجام بدیم بر اساس کار خودش باشه. میام insert کلیپ آرت، می نویسم کار، سرچ میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. این همون چرخش داره، روش کلیک راست کنید یه سری تغییرات داره، چیزایی که وجود داره. اما یه گزینه اضافه شد، یه دونه کلیپ آرت، بعضی از کلیپ آرت ها ادیت پیکچر دارن. ادیت پیکچر یعنی این عکس رو میخوام چیکار کنم کاملا ویرایشش کنم، یه بار دیگه روش کلیک میکنم، ببینید گزینه های مختلف فیت تنظیمات، یعنی الان این فعال شد، ببینید کوچیکه، اینو جدا کردم، ببینید ادیت پوینتس پوینتاشو جدا کردم، هر کدومش کلا کاسکتینا رو جدا کردم، تایرا رو جدا کردم، ببینید. پس بعضی از کلیپ آرتا این اجازه رو دارید که برای مثلا یه کپی میکنم ازش، میخوام اینو چیکار کنم پیست اینجا میارم، فرمت چرخونمش. خب من یه مقدار حالا اینو بزنم بره بالا با هم دیگه این عکسو،
این میخوام از این ور حرکت میکنه، اینم از این ور، ولی اینو میخوام رنگش عوض کنم، رنگ قرمز بهش بدم، کافیه روش کلیک راست کنم، قسمت ادیت پیکچر میبینید یا پیکچر فرمت پیکچر، یه گزینه هایی هم داخل فرمت پیکچر داره، ریکالرش کنم مثلا، کلش رو ریکالر کردم، ریستش میکنم به حالت اولش، دوباره این عکس رو برمیگردونم، ادیت، ادیت پیکچر، اکسپند، گسترشش میده اندازشو، ازن میخوام من اسکیل دروینگ نقطه هاشو، الان این تیکه رو انتخاب کردم، میبینید میتونم رنگشو قرمز کنم، این کلاشو انتخاب کردم آبی کردم، بعد خب الان من روی عکس ادیت پیکچر بزنم، من الان میتونم این فقط این قسمت ماشین، این قسمت شده یا تایرش و هر کجا رو انتخاب کنم، برم قسمت فرمت قرمزش کنم، اید یه تیکه دیگه، این کلاهش انتخاب میکنم، مثلا کلاهش رو برمیدارم یه رنگ خاکستری مانندی میکنم، حالا هرچی که هست، بدنش رو میخوام عوض کنم، بدنه رو انتخاب میکنم، بدنه رو این رنگی در میارم، یعنی همچین عکسیه، اینم همونه، فقط با یه تغییرات دیگه، عدد دو میکنم، به جای عدد یک چیه؟ مثلا عدد دو میذارم، ازت میخوام این مشکلی که راست ببینید، الان یه عدد یک نگاه کنید، به این شکل در اومده عدد یک، حالا میتونم به شکل به جای یه شکل دو بکشم بذارم اینجا، یا میتونم رنگ اینو به صورت جداگونه عوض کنم، بعد دوباره همون اندازه‌ای که میبینید چیه بیارم سر جاش قرار بدم، یه شکل دیگه قرار بدم، مهم نیست، پس حالا دقت کنید روی فرمت در زمان بزرگ شما که برای عکس های کلیپ های خاص میتونید چیکار کنید، الان روش کلیک میکنم ادیت پوینت، حتی نقاطش دونه به دونه تمام نقاطی که وجود داره میتونیم کلیک کنیم و ادیت پوینت رو که میبینید نقطه به نقطه میتونیم جابجا کنیم، عوض کنیم، جج ببریم بالا پایین هر کجایی که هستش، تمام اینها بزرگ و کوچیک بشه این نقاط، میبینید کلا رو میکشم مثلا میبردم که بزرگترم بشه، بس روی کلیپ هارت های خاص میشه چیکار کرد، کارهای خاصی رو انجام داد، روش کلیک راست و گزینه اوپن، پس همون مسیری که میبینید و برای شما باز میکنه که چیکار کنید روش کار بکنید، گروپینگ یعنی دوباره چیکار کنه این عکسایی که خرابکاری کرد دو به صورت یک شکل در بیاره، کلش رو انتخاب کنید گروپش کنید به یک گروه در بیاره، خب اینم از در مورد ادیت پیکچر که گفتیم، چیز خاصی نداره، دوباره کلیک کنم فرمت، همون گزینه هایی که دیدید برای اینم فعاله، هیچ فرقی نمیکنه، تمام حاشیه ماشیه اینا رو که دیدید برای عکسای قبلی که توضیح دادیم، برای اینجا هم نسبت به متن چه حالتهایی قرار بگیره، بالا پایین نمیدونم چرخش مرخش اینا، سایز کراپ حتی بریدن، همه اینها برای اینم فعاله، گزینه خاصی اضافه یا کم نشده، اینم در مورد چی کلیپ آرت، اینسرت کلیپ آرت.